خب دوستان عزیزی که احتمالاً ما رو از روی فیسبوک تماشا میکنید، هیچ اشکالی نداره اگر این تصویر سیاه هست. اینجا هنوز دارن اون اینترنت و کیبل ها رو تعمیر میکنن و به قول آمریکایی‌ها هوپفولی، یعنی امیدواریم که روز جمعه تموم شده باشه و بتونیم برنامه ها رو به همون رسم و رسومات قبل اجرا کنیم و با شما باشیم. اجازه بدید که من این برنامه معمولی چیز رو هم شروع کنم. بله، اونم شروع شد، ولی متاسفانه دوربینمون رو یا میکروفونمون رو نمیخونه. بذارید ببینم چرا نمیخونه. خب برای که ما اون رو کرده بودیم دیفالت، این ماجرای دیفالت هم یک فیلم میشده. یک لحظه با ما باشید تا ما هم با شما باشیم. این ریکوردینگ دیوایس، بله، میگیم مایکروسافت و میگیم این رو از دیفالت قبول کن. اونم میگه چشم. برمیگردیم ببینیم حالا چی میشه. خب امیدواریم که حالا درست شده باشه. بازم من اینجا صدا رو ندارم، اینجا هم صدا رو ندارم. فکر کنم همون بهتر باشه که ما بدون چیز بریم، به قول معروف با فیسبوک فقط بریم با شماها باشیم و بعداً برنامه تلویزیون مردم و اینها رو بذاریم، چون به قول معروف یک میکروفونش کار نمی کنه. ببینیم اینو در بیاریم چه می شود که بله، 1 2 3 4. نخیر، ما اصلا می دونید باید این هفته رو مرخصی می گرفتیم. این هفته آخر تابستانم هست و باید حقیقتا یک هفته به شما دوستان استراحت می دادیم. خودمونم اینجا که حالا این کار پیش آمده بود استراحت می کردیم و می زاشتیم دیگه دوستانم از مسافرت و اینها برگردن و از نو. بذارید ما یه بار دیگه اینو خاموش کنیم، روشن کنیم، شاید درست شد. اگر نشد دیگه فقط با فیسبوک میریم اونو فعلا فقط بهشون تصویر نشون میدیم تا ببینیم چه می شود. و اما حالا دوباره این رو باز کردیم. امروز احتمالاً برنامه باز کوتاه خواهد بود و خیلی از دوستانم هستن از این برنامه‌های کوتاه بعدشون نمیاد، چون میگن برنامه‌های بلند حقیقتاً چیزی نداره و همش تکرار مکرراته. البته ما سعی کردیم تا اونجایی که میتونیم به اصطلاح متنوع نگهش داریم. بذارید ببینم براتون اینجا الان میبینید این میز ما رو و لایو، این هم اگه میخواین چی میگن گره های تخته، به تخته به این جهاش که میرسید چوب میگفتن گره. ببینیم این چه کار میکنه حالا. خب بله درست شد. دوستان عزیز برنامه رو شروع میکنیم با چند دقیقه تأخیر. امروز چهارشنبه 31 آگوست 2016 است و برابر با 10 شهریور 1395. 20 روز دیگه بچه ها در ایران از تابستون استفاده میکنن و بعد از اون باید برن مدرسه. به احتمال زیاد این بار آقای رضا پهلوی هم باز یک پیام آغاز مدرسه ها رو میفرسته، خانم رجوی هم یه پیام. اصلا اینا کارشون شده همین، نشستن یکی در پاریس یکی در مریلند هر از چند ماهی یک پیامی بفرستن. این هم از ماجرای من و شما و رهبران قلابی که داریم. و اما صحبت از 31 آگوست کردیم. دوستان آخر ماه هست، اگر عادت دارید آخر ماه حمایت کنید، حمایت کنید. اگر عادت دارید اول ماه حمایت کنید، فردا اول ماست. و چقدر خوشحالم که این بیچاره تیمور لنگ، شهشهانی بدبخت، بالاخره به این نتیجه رسید بابا این سوربی تا حالا ثابت کرده
که خیلی به قول اون دوستمون آقا رضا آوانگاردتر از تو و استادات هست. سالها پیش که همتون به فلانجای آقا رضا پهلوی آویزون شده بودید، سوربی سال 1987 آمد و گفت امیدی نیست و قطع امید کرد از رضا پهلوی و گفت برید یه قبری پیدا کنید که توش جنازه‌ای باشه، سر این قبر جنازه‌ای نیست. بعد آمد و تلویزیون، تو تلویزیون هم روشش این بود که تلویزیون که نباید از مردم پول بگیره، آگهی میگیره. بعد آمد دید نه بابا، ایرانی ها همه چیمون فرق میکنه، ماجرای شطور و ادرار کردنش و اینکه ازش میپرسن چرا فلانت پسه، میگه من آخه همه چه چیزی مثل همه کسه. ما دیدیم که پس در تلویزیون ایرانی باید مثل پابلیک تلویزیون های آمریکایی چیکار کنیم، از مردم حمایت بگیریم. این آقای شهشهانی که با کمک ما به التماس یا با خواهش خانم لیلا انصاری این تلویزیون برش را انداختیم، فکر کرد که الان چه شود، همه میان و اوه 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 او ببین چند تا برنامه گذار آمدن، یه عده مفتخور آمدن، اون کیه؟ دکتر فلانی، اون کیه؟ مهندس فلانی، اون کیه فلانی. حالا شنیدم، یعنی یکی از دوستان از آتلانتا برای من فرستاده بود که آقا ببین این که میگفت بقالی سوربی، حالا ببین خودش به چه روزی افتاده که به برنامه گذارا میگه اگر شما اسپانسر پیدا نکنید من دیگه برنامه به شما نمیدم. پس به این نتیجه رسیده که سوربی درست گفته و الی آخر. و اما برگردیم اون شهشهانی و بدبختیش و عقب افتادگیش رو به حال خودش بذاریم و بیایم سراغ آمریکا. انتخابات آمریکا در ماه نوامبر انجام میشه و دیگه این چند ماهی که مونده، دو ماه مخورده که مونده، اینا هرچی زور دارن میزنن. آقای دونالد ترامپ که درست مثل این شهشهانی تیمور لنگ احمق به شکر خوردن افتاده و یکی یکی حرفاشو درباره سیاه‌پوستا، درباره نمیدونم مهاجرین اینها عوض کرده و گفته که من با مهاجرین اینجوری رفتار میکنم، با اونها اونجوری رفتار میکنم و یکی یکی میگم تمام حرفایی که زده بود و پاش محکم وایساده بود حالا داره عوض میکنه. و همین امروز قرار هست که با رئیس جمهور مکزیک، که رئیس جمهور مکزیک تا حالا دو سه بار این رو مسخره کرده، گفته که شما میخوای دیوار بسازی؟ دیوار بساز. تا حالا تو کجای دنیا شما دیدی یه صاحب خونه‌ای بخواد نرده، فنس، دیوار برای خونش بذاره، به همسایش بگه پولشو تو باید بدی؟ ولی امروز آقای دونالد ترامپ قرار با ایشون ملاقات کنه، ببینیم بعد چه خفتی بالا میاره و اون موقع چی میگه. و اما یک ویدیویی همین آقای حشمت رئیسی، ایشون هم یکی از برنامه‌گذارهای این تلویزیون شهشهانیه، صحبت میکرد. احتمالاً آقای حشمت رئیسی هم باید بره حالا دنبال سپانسر بگرده. آقای رئیسی پس اون سیستم چپ و کمونیستم توی آلمان و توی آمریکا هم کار نمیکنه و شما باید اینجا زیر برنامه‌ات بنویسی مغازه نمیدونم مشحسن نونوا، مغازه سوپرمارکت ایران و اینها حمایت کنن تا بحث و گفتگوی پشت سرت نباشه، تا شما بتونید مستقل باشید و برنامه بذارید. ولی آقای حشمت رئیسی حرف خوبی رو زد که من میخوام این رو موضوع برنامه امروز قرار بدم و ما هممون چون اهل شعار دادن هستیم، آخه شعار خیلی آسونه، هی میگیم که آزادی از نان شب هم واجب‌تر است. ایشون میگه که نه بابا جون، یه مملکت اگر میخواد آزادی داشته باشه اول باید تأمین اجتماعی داشته باشه، باید مردمش نون داشته باشن، کار داشته باشن، بهداشت داشته باشن، بعد اون موقع آزادی. در صورت حالا اگر فرصتی شد با ایشون هم مصاحبه میکنم، ایشون یکی دو بار مهمان برنامه ما بودن
و من بهشون گفتم که شما مهمان یه بار دو بار میتونید باشید، ولی اگه خواستید اینجا برنامه داشته باشید هر هفته، همین چیزی رو که این تیمور لنگ احمق بعد از 8 سال بهش رسیده، اینجا اگر شما باور داری شنونده داری، باید از شنونده هات شهریه بگیری بابت شرکت در کلاس درس شما، و اون شهریه رو هر چیزی میخواد خودت بردار، ولی اونقدری که ما نرخ گذاشتیم، قیمت گذاشتیم، پرداخت. اون آقای پیر خراسانی خرفت که اون دفعه طعنه میزد که چرا این تلویزیون قیمتش کمه، حالا ببینم قیمت تلویزیون شهرشاهانی چقدر میشه آقای خرفته پیر خراسان، و ببینم که آیا شما میتونی پرداخت کنی، یا شما به ایشون میگی که حالا که دیگه نمیشه حرف مفت زد، منم میرم، و همون جوری که دنبال اون روزنامه ها صحبت کردی، حالا بعد میری دنبال این یکی صحبت میکنی. بذارید ما ببینیم صدا و تصویر داریم اینجا یا نه، یک لحظه با ما باشید. و مثل این که تصویر هست، صدا رو هم امتحان کنم. بله، خیلی این اینترنت فسفس میکنه. و قیمت تلویزیون شهرشاهانی چقدر میشه؟ میبینید چقدر ما تأخیر داریم. در هر صورت این هم از این ماجرا. و بله، آزادی از نان شب هم واجب تر است یا نیست، نظر شما چیست؟ آقای حشمت رئیسی با دلیل و منطق ثابت میکنه که نه خیر، آزادی از نان شب واجب تر نیست. خب باز این پروگرام خاموش روشن میشه، دلیلش هم بهتون گفتم، اینجا دارن اینترنت های ما رو از 100 یا 500 به 1000 میرسونن، و نوع به اصطلاح سیم کشی و کیبلش فرق میکنه، و اینها هم اول گفتن وقتی ما میام تیک تیک عوض میکنیم که خیلی قطع نشه، ولی خیلی به قول اینا نمیشه به اصطلاح دل بست و قطع میشه، سرعتش کم میشه، سرعتش زیاد میشه، و ما بعضی وقتا دیگه میگیم عطایش را به لقایش باید بخشید. و اما موضوع برنامه من یه چیزی هست، موضوع برنامه‌ای که دوستان مثل آقای خدابندلو دارن، مثل آقای مینوی دارن، چیز دیگه‌ست. با آقای خدابندلو تماس گرفتم، گفتم آقای خدابندلو ماجرا از این قراره، آیا می‌خواید که همینجوری که قطع و وصل میشه، اینجا میگن تیک چانس، یعنی ریسک کنید و بیاین برنامه بذارید؟ بعد ایشون گفت نه، من دوست میدونستم هم ایشون پرفکشنیسته یا میخواد همه کارها به اصطلاح به خوبی خوب انجام بشه، ایشون گفت نه نمیخوام با اون صورت، و گفتیم خب چه بهتر، با ایشون یک شنبه برنامه داریم، با آقای مینویی هم که ساعت 5 امروز برنامه داره همین پیشنهاد کردم، آقای مینویی گفت من یک شنبه کار دارم نمیتونم، جایی از قبل قول دادم، و ایشون گفت که به اصطلاح برنامه رو که توی تلویزیون ای2 میذارن ساعت 6:30 اون رو ضبط کنیم و پخش کنیم، امیدواریم دستگاهمون برای ضبط کردن و پخش کردن با ما همکاری کنه و اطفار نریزه. خب و اما گفتیم درباره تلویزیون تیمور و رنگ و شکرخوری هاش، حالا ببینید چی میگه. مقاله ای رو میخوندم، سوء استفاده مسکو از خلأ حضور آمریکا در منطقه. خب اینو ما قبلا هم بدون که مقاله خونده باشیم درباره‌اش صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که آمریکا با سیاست‌های غلط خارجی خودش به اصطلاح جای مسکو رو باز کرد، و اونجا الان مسکو همه چیز داره در اون منطقه خاورمیانه، سوریه و از اون برم ایران و اینها، و آمریکا اشتباه بزرگی کرد که اینهایی که میان سر کار چون به فکر منافع خودشون هستن، خیلی منافع کشور رو در نظر نمیگیرن، یه دفعه یه اشتباهات بزرگی میکنن که قابل جبران نیست یا جبران پذیر نیست. یکی از اون اشتباهات سیستمی بوده که در رابطه با خاورمیانه اینها پیاده کردن. بذارید من امروز هم همونجوری گفتم برنامه رو کوتاه با شما باشیم، ولی این چیزایی که اینجا گذاشتم براتون بخونم و
اگر بتونم نشون بدم، که فکر نمی کنم بتونم نشون بدم، یه سری اخبار هست از آقای مهدی ذوالفقاری، لطف کردن ایشون فرستادن، من برای شما فقط سرتیتر خبرها رو میخونم، اگر خبری رو جالب دیدید یا شنیدید میتونید با ایشون تماس بگیرید و براتون اخبار 10 شهریور 2016 رو ارسال میکنن. اگر هم به اصطلاح همین سرتیتر براتون چیز بود کافی بود، خب شما هم مثل من بذارید من اینجوری ببینم میتونم بهتون نشون بدم کار ما ببینید به کجا رسیده. بله، میگه که هما هودفه استاد ایرانی کانادایی از زندان اوین روانه بیمارستان شد. والا من کاری نیستم، چیزی هم بلد نیستم، تا حالا چندین بار پیش آمده که به هم حتی پیشنهاد کار دادن توی ایران و گفتم که نخواستیم. رادیو فردا، رسانه های کانادایی روز سه‌شنبه 9 شهریور گزارش دادن که هما هودفه استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده است. حالا امیدواریم که ایشون سلامتیشو به دست بیاره و برگرده. من یه اشکالی که در این سیستم خبررسانی آقای مهدی ذوالفقاری میبینم اینه که همه سرتیترها رو یه جا نمیذاره که ما بتونیم سرتیترها رو یکی پس از دیگری بخونیم، بعد اگر دوست داشتیم بیایم به اصطلاح سراغ اصل خبر. این کار رو من در مردم ریپورت پیشنهاد کردم، اتفاقا یادم باشه به اون ناجوان مرد هم بگم خب این پیشنهاد من بود پس نباید این کار رو بکنی. ادامه بازجویی از احمد منتظری. میدونید که احمد منتظری یکی این شیخی که الان نشون میدم قبل از به اصطلاح فرزند آیت الله منتظری چون یک نواری رو پخش کرده بود و اینها یه مقداری الان سرشاخ شده با به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی و مشکلاتی پیدا کرده. متن خبر رو من براتون نمیخونم، فقط سرتیتر رو میخونم. سازمان بازرسی شهرداری تهران، اجازه بدید من اینم بذارم اینجا، ببخشید آیپاد رو دست گرفتن آدم خسته میشه. سازمان بازرسی شهرداری تهران 200 خانه و آپارتمان را 2000 میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته است. بخور بخور و ببر ببر و وای که چه شود. خب حالا کی میخواد بره این مملکت رو درست کنه؟ آقا رضای بی عرضه، رضا پلوی که اصلا از 16 سالگی تو ایران نبوده، تو بازار نبوده، تو معلوم نبوده، یا آقای رجبی که حتی در خارج غایب شده میترسه یا مرده نمیگن، یا خانم رجبی. شما به من بگین کدومشون میخوان برن این ایران رو که 57 سال دست اون دوتا شاه به جایی رسید که مردم رفتن دنبال آخوندا، 37 سال هم دست آخوندا، حالا ببینیم ملت چه کسی رو میخوان و به قول آقای فواد پاشایی کی رو کجا میذارن. قالیباف و چمران از سردبیر سایت افشاگر شکایت کردن. این چمران که اون چمران اصلی نیست، چمران اصلی سالها پیش مرد. معماری نیوز شهرداری تهران را متهم کرده که املاکی را با تخفیف با حامیانش فروخته است. خب سخنگوی داعش کشته شد، خدا رو شکر. ابو محمد العدنانی از سال 2011 در نقش سخنگوی ارشد داعش ظاهر می شد. بی بی سی، رسانه های نزدیک به گروه موسوم به دولت اسلامی داعش، از مرگ ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه خبر دادند. گفته شده او در حلب سوریه کشته شده است، خدا رو شکر اگه خدایی هست. واکنش پور محمدی به نامه مطهری درباره اعدام‌های سال 67، آرام هستم و یک شب هم بیخوابی نکشیدم. خب دیگه وقتی وجدان نباشه اصلا بیخوابی سراغ آدم نمیاد. فرمانده بسیج ایران گفته آدم‌های سال 67 کاملا صحیح و بر اساس فتوا، ببخشید، اعدام‌های
سال 67 کاملا صحیح و بر اساس فتوای خمینی بود. خب ببینید دیگه، مملکتی که با فتوا افراد رو اعدام کنن، یعنی قانون و دادگاه و اینا، حتی دادگاه انقلاب خودشون هم به اصطلاح ارزشی نداره. حالا این مملکت اینجوری در هم و بر هم رو شما به من بگید که چگونه میخواین درست کنید. پاسخ سریع مطهری به اظهارات نماینده پایداری در باره نامش به پور محمدی: دایه دلسوز تر از مادر نشوید. اینم ضرب المثلی که همیشه شنیدیم. خشم کیهانیان از افشای فساد مالی در شهرداری: چرا ناگهان دلواپسان نگران شدند؟ تصویرم گذاشته. و اما بله، روی کیهان نوشته: مخالفت دولت با تعقیب قضایی مدیران نجومی. و ای کاش این آقای ذوالفقاری حرف ما رو گوش میداد و متن سرتیتر خبرها رو مینوشت، بعد رو اون که کلیک میکردیم. خب البته اون یکم مشکل تره. روحانی نزدیک به مشایی گفت مردم هیچ علاقه‌ای به چهره‌هایی مانند قالیباف و جلیلی ندارن. خب بذارید بیان مردم رأی بدن. انتخابات الکترونیکی آزمونی برای شورای نگهبان. به به، اونا دیگه از آمریکا میخوان جلو بزنن. هنوز تو آمریکا انتخابات الکترونیکی نشده. رسیدگی به پرونده حادثه کهریزک و شکایت از مرتضوی به جلسه دوم کشید. و اما تعلل دستگاه قضایی مقابل خیانت، جعل، اختلاس و اهمال در بزرگترین فساد سازمان یافته کشور به اضافه جدول. این دیگه نمیدونم چیه. آها، یه جدول این پایینش کشیده نوشته سرمایه گذاری، خانه سازی، این و اون، رفاه گستر، تأمین اجتماعی، این و اون و اون. مثلا کلمات ایرانی عوض شده، ما حتی بلد نیستیم بخونیمشون. خب ما همجور داریم میریم پایین، سرتیتر خبرها رو بگیریم از اخبار ده شهریوری که آقای مهدی ذوالفقاری زحمت میکشن و هر روز جمع‌آوری میکنن و میفرستن. 25 نماینده مجلس ایران خواستار معرفی مدیران دریافت کننده حقوقهای نجومی به قوه قضاییه شدن. حالا قوه قضاییه چه کار میکنه؟ اونا هم چون خودشون یه سری دوز هستن هیچ کاری انجام نمیدن. آقای ظریف گفت عده‌ای که میگفتن تحریم برای کشور مفید است، بعد از توافق مدعی بودن که چرا معجزه نشد، با برخی با برجام ضرر کردن. خب عجب ماجرایی، عجب. وقتا میگفتن شیر تو شیر، خر تو خری هست اونجا واقعا. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت هیچ فردی از ستاد برجام جاسوس نبوده و دستگیر نشده. آفرین. واکنش مشاور امنیتی رئیس جمهوری و وزارت خارجه آمریکا به S-300 در فوردو. و اما منتفی شدن پیگیری واقعی منا بعد از حمله به سفارت عربستان. اینم مشکلات عربستان و ایران همیشه ادامه داشته از زمان شاه تا حالا، و متاسفانه نه شاه انقدر پیش رفته بود و نه این آخوندا که بگن آقا این اصلا ماجرای حج رفتن و پول ریختن تو جیب عربا رو ممنوع کنیم. و اما سازمان ملل گفت تعداد کشته های جنگ یمن به 10,000 تن رسیده است. یمن اینجوری، سوریه اونجوری، عراق اونجوری، افغانستان اونجوری، ایران اونجوری، روسیه اونجوری، ایداد بیداد. شکایت از توهین کنندگان به روحانی. خب به ولایت فقیه که نمیشه توهین کنی، به روحانی هم که نمیشه توهین کنی، پس هیچ، بگین خفقان، دیکتاتوری مطلق. همین روزنامه های تهران و این نمیدونم چیه، پاتک املاک نجومی به حقوق های نجومی مسعود بهنود. پاتک دیگه چی؟ والا نمیفهمم. این آقای بهنود هم ماجرای زیادی داره خودش. یه بار ازش دعوت کنیم بیاد بگیم این چی کاره بوده تو دوره شاه اونجوری، بعد از دوره شاه اونجوری نوشت و حالا هم اینجوری. نفس‌های آخر دریاچه نمک قم. خب و اما کارتون آروین ایران، طنزنویس ادامه داده با همچین خبرهای، تنها چیزی که به ما میزد این است که از خودمون بپرسید در شورای شهر چه خبر است. با از خودتون میتونید بپرسید ولی
باید از مسئولین پرسید و اگر مسئولین پاسخ نمیدن این مملکت به درد عمش میخوره. وقتی میری خارج، اونم یه مقاله بود، مریم نقاشزرگران از زندان اوین به مرخصی درمانی آمد. این تلویزیون ایرانم و ماجرای مرخصی زندانی ها خودش یه چیزیه که نمیخونه با هیچ جای دنیا که مرخصی بدن. ضمناً دوستان درباره زندانیان صحبت میکنم، اجازه بدید از اون بانویی که از کالیفرنیا زنگ زدن، تماس گرفتن، شماره تلفن دادن، آدرس آقای محمد شریفی رو میخوان که با خودشون مستقیما نامه بنویسن، حتی پول کمک کنن، اینها ما به خاطر این مشکلاتی که پیدا کردیم این هفته معذورم، با شما تماس میگیرم و اگه لطف کنید، اگه این پیام رو به اصطلاح این صحبت من رو میشنوید، اگر مشکلی نیست پیام دیگه ای بذارید تا من اون پیام اصلی رو بفرستم برای آقای شریفی با خودتون تماس بگیره. یعنی اگه مشکلی نیست که ایشون مستقیما از زندان با شما تماس بگیرن. از زندانم وقتی تماس میگیرن، پیامگیر میگه که شما مخارجی رو نباید بدید، ولی اجازه باید بدید که بتونید زندانی بتونه با شما صحبت کنه. این برای اینی که زندانی از داخل زندان نتونه مردم رو تهدید کنه یا کارهای غیرقانونی انجام بده. دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی تشکیل می شود. تقلیل حکم حبس کمال حسن رمضان در زندان مرکزی ارومیه. وقایع خرید، دو برابر شدن رویارویی شناورهای ایرانی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس. حالا من درباره ایزا و اذیت اینها هم به ناوهای هواپیمابر آمریکایی میگم، یه مقاله هست براتون میخونم. نوشته که مجموع رویارویی دریایی خطرناک شناورهای ایرانی و ناوهای آمریکایی در سال 2016، یعنی 8 ماه گذشته، 30 مورد عنوان شده است. 30 تقسیم بر 8 میشه 432 تا، یعنی هفته یه بار اینا کرم میریزن. ناگفته نماند هم آمریکا هم انگلستان تا حالا چندین بار به حریم آبهای ایران تجاوز کردن و خودتونم شاهد بودین که اونا گفتن ما اشتباه کردیم. آخه یه نفر به من بگه این آمریکا با این همه تجهیزات، با این همه دستگاه‌های پیشرفته، خب چندین سال پیش، 20 سال 25 سال پیش اشتباه می‌کنید، هواپیمای مسافربری که مسافران بندرعباس به خلیج و فارس رو داغون می‌کنید، میگیم ما فکر کردیم این هواپیمای جت جنگنده است. این روزها هم که میگید ما اشتباهی میریم تو آب اونا، خب شما پس نه تو هوا میتونید رادارتون رو بلد نیستی، نه روی آب نقشتون رو. برید بابا دنبال کارتون، یا اینقدر دروغ نگید. توضیح نماینده زاره به خبرنگار، گفته مثل تراکتور از هر چه سر راهم بود رد میشوم. خب اینو باید بندازم تو زمین بره شخ کنه. بله. و اما خبرهای آقای مهدی ذوالفقاری رو ادامه بدیم. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به شکایت خبرنگار روزنامه ایران از قاضی پور رسیدگی میکنند. این اینجام رسمه، میگن دکترها، وکیلها، خبرنگاران، افراد دولت باید یه اتیک خاصی، یه اخلاق خاصی باید داشته باشن و خیلی جاها هست میرسن به یه بنبستی، میگن این از لحاظ قانونی دوچار به اصطلاح چیز نشده، جرمی مرتکب نشده، ولی از لحاظ اخلاقی اشکال داره. نمونهش همین آمریکا، آقای دکتر مرتضی محیط، قانون میگه اون به خانمه که میگفتن تجاوز کرده، گفت تجاوز نکرده چون خود خانمم میخواسته، ولی کار بدی کرده. بله خانم شوهر داشته، خانم گویا حامله بوده، بعد ایشون لایسنسش یا جواز کسب و کار و معاینش از دست داد به خاطر اون مسئله اخلاقی. از لحاظ اتیک اون سازمان نظام پزشکی آمریکا آقای دکتر مرتضی محیط رو از کار برکنار کرد. میدونید اینجا باید جواز داشته باشید،
همه کاری جواز میخواد جز داشتن تلویزیون. آقای شیرزاد جلیلی هم امروز با ما هستن، خیلی خوشحالیم. شیرزاد جان، اینجا وضع کامپیوتر و اینترنتمون خرابه، شما دوستان هم که کمک میکردید که الان تابستون شده، هوا گرم شده، چند ماه قبلش هم کمک نکردید، نمیدونم چی بگیم ما. در هر صورت میگه ماز یاران چشم یاری داشتیم. ساله نیکبخت در گفتگو با زیتون گفت حاضرم وکالت خبرنگار روزنامه ایران را به عهده بگیرم. خب خدا پدر مادرتو بیامرزه، ولی امیدواریم نندازن شما رو زندان. تو ایران هر کسی میره از یه مظلومی دفاع میکنه، خود وکیله رو میندازن زندان. عجب سیستم جالبیه. و اما وزارت نفت ایران با 7 شرکت بین المللی نفت قرارداد محرمانگی امضا کرده است. به به به، اینا هم شدن مثل دولت آقای اوباما که میگه ما خیلی شفاف همه چیز رو با مردم در میون میذاریم، و میگن یکی از مرموزترین دولت‌های آمریکا این اوباما بوده که کارهایی که انجام میده همون موقع معلوم نمیشه، بعدن گندش بالا میاد. و اما مهدی چمران مجددا رئیس شورای شهر تهران شد، احتمالاً این همون فرزند چمرانه ولی نمیدونم. محمد مهدی تندگویان گفت یک نفر نباید 10 سال رئیس شورای شهر باشد، شورا به صورت شخصی اداره میشود. به 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 به. تجارت پرسود قاچاق، 700 دستگاه خودروی لوکس به نام پیرزن روستایی وارد کشور شد. دوستان تا حالا این خبر رو ما چند بار و چند سال شنیدیم که 700 تا دستگاه خودرو لوکس از نمیدونم لکسس و از پورش و لامبورگینی و فلان اینها به نام یک پیرزن روستایی وارد شده. بله، بغداد در صدد تغییر سامرالاصفهان برآمد، نارضایتی عراق از جنجال‌های ضد ایرانی سفیر عربستان. این اسمای عربی هم که ما نمیتونیم بخونیم، فارسی هم که بلد نیستیم بخونیم، آمریکایی هم انگلیسیمون که خوب نیست دیگه، چی شدیم پس؟ مشاور وزیر کشور گفت برای حمایت از زنان روسپی در ایران بودجه لازم است. این هم از این. و اما دادستان انقلاب اردبیل گفت یک شبکه مدلینگ مبتذل را منهدم کردیم. مدلینگ لابد اینایی که مدل لباس و اینها هستن. وزارت بهداشت ایران گفت 85% هزینه درمان ناباروری را پرداخت میکنیم. اینایی که حامله نمیشن خانم ها، بعد میرن به روش های مختلف یا دکتر و اینها بادرن کمک کنن، جراحی کنن، نه دکترش مثل محیط نباشه ها، کمک اونجوری به درد عمش میخوره. بعض وقتا لولهی بسته، اون به اصطلاح رحم و اینها اشکال داره، اونو جراحی میکنن. بعضی وقتا اشکال از مرد به اصطلاح اون رو تعداد اسپرماش اینها زیاد میکنن. در صورت دولت ایران گفته 85% رو میده. اینها هم دنبال چی هن؟ گفت اسلام دنبال نیرو میگرده. یارانه خانوارهایی که مانع تحصیل فرزندان شوند قطع می شود. خب این یه قدم مثبت. اعتصاب کارگران شرکت عمران مارون به 3 روز رسید. چیه این شرکت مارون؟ اعتصاب کارگران شرکت عمران مارون پروژه سدسازی در اندیمش در پی پرداخت نشدن 5 ماه موقت معوقات مزدی و پاداش عیدی سال قبل 3 روز را پشت سر گذاشت. آفرین. من همیشه گفتم کارگر اگه حقوقشو سر موقع نمیدن باید کار نکنه، بره سر کار ولی کار نکنه. این اعتصابه. و شما هر چی بیشتر بری سر کار، اونا میگن بابا این احمقه، حقوق نمیگیره، میره شب تاکسی رانندگی میکنه، میره قاچاق میکنه، میره نمیدونم چیزای خونش رو میفروشه، میاد کار میکنه. پس شما باید بهش بگید من احمق نیستم، میام اینجا وای میسم که کسی دیگه کار من انجام نده، ولی باید حقوق منو بدید. آفرین. اوضاع نچندان مناسب ایران با آمدن رئیس جمهور جدید. حالا ببینیم رئیس جمهورای جدید آمریکا یا هیلری کلینتون خواهد بود یا آقای دونالد ترامپ خواهد بود یا اون دو نفر دیگه که یک زنی هست خانم جیل استاین دکتره، یا
یا یک آقایی که همیشه نشه است و رو هواست ولی آدم بسیار خوبیه. اونا دوتا فکر نمیکنم شانسی داشته باشن. دیلی میل گفته که لغو کنسرت ها در آستانه انتخابات برای فشار به رئیس جمهور است. چه کسی در اینترنت ما را زیر نظر دارد؟ میگه ردی که از خودمان روی اینترنت باقی میگذاریم بسیاری عادتها علایقمان را برپا میکند، برملا میکند. اینها اطلاعاتی هستند که خیلی ها دنبالش هستند. هر روز که میگذرد فواید تحلیل داده های شخصی افراد روشنتر میشود. اینجاست که من میگم دوستان، اونایی که وبسایت دارن شما میرید، اونا هم دلشون خوش 70-80 هزار تا دارن. همین آقای شهشهانی احمق فکر کرد حالا ویدیوش میره اونجا، به اصطلاح تعداد بازدید کنندگان از 100 تا رسیدن به 700 تا، کسی پول میده نمیدونه. اینها وقتی شما آقای بهبانی این آقای کاور رو نمیدونی کیه، تو لس آنجلسی بهش یه روز زنگ بزن بگو بیاد دفتره، بگو بیاد تو استودیو. ببین اگر آمد اون وقت داری مردم رو شما میفرسی اونجا. اشتباهی که من کردم، ولی روزی که بهش گفتم آقا نمیشه که، آقای پرویز کاردان بهت زنگ میزنه میگی من نمیخوام بشناسم، آقای ساسان افسوسی زنگ میزنه میگی من نمیخوام بشناسم، فقط من اینجا باید احمق باشم بگم با کسی که نمیخوام کار کنم، گفتم آقا ولمون کن. خلاصه اینم از این. دوستان وبسایت هایی که صاحبانشون خودشون رو قایم میکنن، از خودتون بپرسید اینا چی دارن که میخوان ما نشناسیم. اگر پاسخی برای اون سوال بود به من هم جواب بدید. خب ما یه بار دیگه این برنامه تلویزیون مردم تیوی رو روشن میکنیم. هر وقت که اینترنت خاموش شد ما هم از شما خداحافظی میکنیم و میریم سراغ کار زندگیمون و امیدواریم برنامه جمعه یا دیگه احتمالاً از دوشنبه هفته آینده خوب باشه. و اما بیاید ببرمتون در کوهی عجیب در ایران. آقای آریان پور وقتی این ایمیل رو دریافت کرده و اینها، بعد یک پاسخ خیلی خوبی داده. ایشون خیلی قشنگ می نویسن. نوشته که تعجب من در این است که چگونه یک بیمار ایدزی حاضر شده به دیگران از بیماری خودش صحبت کند و چگونه پی برده است که این کوه درمان کننده بیماری اوست. پرسش اینجاست با چه زبانی با کوه صحبت کرده است؟ لابد در کنار این کوه به زودی امامزادهی ساخته خواهد شد. اصل خبر اینه، کوهی عجیب در ایران با خاصیت درمان ایدز. نمیدانم آیا واقعیتی در این مقاله هست یا باز یکی از معجزات انگلیسی ها و آخوندی دارد اتفاق می افتد. این رو رضا نوشته. کوهی عجیب در ایران با خاصیت درمان ایدز. بذارید من اینو بهتون نشون بدم. اینجوری ببینید، این عکس کوه. خب کوه ها که همه شبیه هم هستن، ولی نوشته که مشرق این کوه باستانی پردیس است که در حومه شهرستان جم از توابع اصلویه است، اصلویه استان بوشهر، و در نیمه های راه بندر کنگان به فیروزآباد شیراز قرار دارد. قله این کوه نزدیکترین نقطه زمین به خورشید است، چون بالاترین ارتفاع در نزدیکی خط استواست. مغناطیس فوق‌العاده‌ای قوه کوه در جهان زیادتر است. مغناطیس فوق‌العاده‌ای قوی کوه در جهان زبان زده است و اگر در فاصله 50 یا 100 متری کوه، یعنی تقریبا انتهایی ترین منطقه مشخص آسفالت، با ماشین توقف کنید و ترمز دستی را بخوابانید، ماشین به جای سرپایینی به نرمی به سمت کوه کشیده می شود، که البته همین مغناطیس برای رانندگان ناآشنا بسیار دردسرساز بوده و تاکنون تعداد زیادی از خودروها بی اختیار با کوه تصادف کردند. ممنونم از کامران عزیز، کامران خودمون. ببین آقا، از بس تعریف کردی اینجا اینترنت ما رو زدن داغون کردن. البته خبر خوب اینه که میگه حالا دیگه به جای 500 میبریمتون روی 1000 میگابیت در ثانیه و ببینیم به قولشون عمل میکنن یا نه. و من با دستم این آیپد رو گرفتم و از روی صفحه کامپیوترم دارم به تو نشون میدم. ما اون روز گفتیم این امیرعباس فخرآور مهمونش رو میاره
بنده خدا مهمونه اون پشت تو اسکایپ، این وای میسه خودش جلوی اون آدامس میجوه و حرف میزنه. حالا خودمون به این روز افتادیم. پس گفت چی؟ گفت یه چیزی میگفت که ای به کسی رو نگیر، خودت به اون روز میفتی. ولی بعضی وقتا که ناراحت میشم از این اتفاقایی که میفته و اینها، بریم دوباره روی میز بفرمایید. ناراحت میشم یاد گفته ای میفتم. دوستان این گفته رو بنویسید، اگر مشکلم نیست که یادتون میره. میگن اگر امروز فکر میکنید زندگیتون خیلی سخته، با مشکل خیلی بزرگی روبرو هستید، فکر کنید ببینید پارسال همین موقع، پارسال 31 آگست 10 شهریور چه مشکل بزرگی داشتی، چه بدبختی ها و گرفتاری های داشتی. باور کنید 90% مردم یادشون نمیاد. این نشون میده که مشکلاتی که ما اون روز یا امروز داریم، فردا یا سال آینده حل شده رفته. پس به قول اون هندی که میگه که don't worry، یه آقای هست استاد نمیدونم چی درس میده، میگه don't worry، نگران نباشید. اگر شما یه مشکلی داری، اگه میتونید درستش کنید و حل شدنیه، خب پس درست میشه، حل میشه، نگران نباشید. اگه یه مشکلی دارید میدونید که درست شدنی نیست، حل شدنی هم نیست، خب نگران نباشید، این حل شدنی نیست، درست شدنی نیست. پس در هر دو صورت نگران نباشید. Don't worry, be happy. اون شعر رو یکی دیگه خونده ها، ولی این Don't worry رو یه آقای هندی خیلی قشنگ با مزه تعریف میکنه. در صورت این کوه پردیس ما تا حالا خوندیم ولی ندیدیم که چیزی راجع به ایدز، مثل که اون پایین‌هاش یه جایی راجع به کوه هست، به ایدز و اینها هست که یک خب بیمار دیابتی رفته اونجا. همینجا هم هست یک کسایی میرن نمیدونم یک کاری رو یه یک منطقه میرن سر میزنن، بعد که میان میگن خوب شدیم و الی آخر. این شاید یه مقدارش هم حالت تلقین داره، ولی درباره این کوه در اصلویه در استان بوشهر و نزدیکی های فارس و اینها من این رو قبلا شنیده بودم. حتی تو تهران یه جایی بود که میگفتن ماشینا سربالایی میره و ما رو هم یه شب عموم برد اونجا و هم ماشین. گفتم خب من که اینجا وقتی ترازی نیست، چیزی نیست که من نمیدونم این سرزیریش سربالایش کجاست، شما چی داری میگی؟ میگو نگاه که اون پایین شهر چراغا روشنه، پس ما باید از این وری بریم. گفتم در اصل من نفهمیدم چیزی. یه دوستی که معرف حضور همه هست، آقای علی شیرازی عزیز، برای من یک ویدیویی رو فرستاده و نوشته که تقاضا میکنم از دقیقه 28 به بعد را دقیقا توجه کنید که این وزیر سابق شاه او را مقصر اصلی انقلاب 57 معرفی میمند. البته من به شخصه با توجه به فرمایشات این وزیر به عنوان یک ایرانی 100% قبول میکنم که شاه بسیار مذهبی بود و به خرافات باور داشت. این ویدیو را بدون توجه به آن که چه کسی منظور مجریست حتما ببینید. چشم آقا میبینیم، ولی آقای علی آقا این همه از اینها گفتن چه فایده ای داره و من و شما رو به کجا میکشونه؟ تا حالا که معلوم شده به هیچ جا نکشونده. من اون وقت حالا یادم رفت این به اصطلاح چیز رو شیر کنم، چیز رو ویدیو رو شیر کنم از مردم تیوی به دوستانی که احتمالا روی صفحه شخصی خودم هستن. حالا این کار رو انجام میدم، امیدوار بودیم که دوستان هم این کار رو انجام بدن ولی تا حالا ندیدم. گفتم ما از یاران چشم یاری داشتیم ولی چشممون کور شد و یاری نداشتیم. ببینیم که این چی میگه. بله اینجا بزنیم سربی با مردم. من یه چند تا خبر و چیزای روز رو براتون میگم، بعدش امروز هم زودتر ازتون خداحافظی میکنم و میرم. امیدوارم تا جمعه این مشکل درست شده باشه، حل شده باشه. اگه نه دیگه از دوشنبه هفته آینده. و دوستانی که امروز منتظر آقای یزدان خداوندیلو هستن، با ایشون امروز برنامه نداریم. یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن و نیویورک، 9 شب به وقت آلمان، و با آقای پرویز مینویی هم امروز 5 بعد از ظهر برنامه
نداریم، ولی برنامه شون رو از تلویزیون ای2 اگر بتونم ضبط میکنم براتون پخش میکنم و برنامه ها احتمالاً از هفته آینده دیگه به روال اصلی خودشون برخواهند گشت. آقای دکتر رضا سلامی هم برای ما یه چیزی فرستاده، نمیدونستم که من اجازه دارم اسم این دوستان آمریکاییش رو در برنامه بخونم یا نخونم، به همین خاطر نخوندم، ولی بهشون تبریک میگم. دو تا از دوستانشون ازدواج کردن گویا و ایشون از ماها خواسته که بهشون تبریک بگیم. راستی اگر یه چیزی اینجوری عمومیه که ایشون روی فیسبوک میذاره، خب منم باید اجازه داشته باشم بدون هیچ ملاحظه‌ای با دوستان روی فیسبوک یا روی اینترنت و روی کانال تلویزیون اینها صحبت کنم. خب و اما عملیات، آها ببخشید بذارید رولوشن این ایران رو براتون خوندم که میگه باعث شاه بوده، ولی آقای سعیدی میگفت افرادی برنامه ریختن، گفتیم بابا این افراد کیان، شما که بلدی بیا بگو. فعلا رفته ایشون هم مثل رجوی در غیبت. مقاله ای که روزنامه قانون را به خاطر چاپ آن تعطیل کردن اینه: خر جانوری است که نامش بدون هیچ شرحی یک بار در اوستا آمده است. طول عمر خر بین 15 تا 40 سال است. خر در قرآن یک بار برای زنده شدن پس از مرگ و یک بار برای انکرالاسوات بودنش، یعنی صدای بلندش، و یک بار هم برای عالمان بیعمل به کار رفته است. آیه قرآن این است: کسی که علم دارد و عمل به علمش نمی کند مانند خری است که بارش کتاب است. در پژوهش‌های دانشمندان خر باهوش‌ترین حیوان اهلی است، حتی از سگ و گربه خیلی باهوش‌تر است. داستان شگال خرسوار در مرزبان نامه هم آمده است. برخلاف باور رایج خر نیست، خر باهوش است. هیچگاه یک اشتباه را دوبار تکرار نمی کند. هیچگاه پایش دوبار توی یک گود نمی رود. تنها یک بار که از خانه صاحبش رفت صحرا و برگشت، راه را یاد می گیرد. پس نتیجه می گیریم خر مثل ما هنوز جی پی اس نداره که هیچ جا رو دیگه بدون جی پی اس نمی تونیم بریم. گهگاه خونه خودمون را هم بلد نیستیم. به قول یکی از اساتید، گاو از خر خیلی خرتر است، چون گاو نان را با سفره پلاستیکیش میخورد و میمیرد، ولی خر نمیخورد. تنها مشکلی که خر دارد، اگر فرستادیش بالای بام دیگر پایین نمیآید تا خود و اهل خانه را هلاک کند. این نکته مهمی است. البته این مشکل خر نیست، مشکل آن خر یا خرانی است که خر را بالا نشاندند. خر در شعر نیز کاربرد زیادی داشته است. بهترین کاربرد اجتماعی آن در شعر نسیم شمال آمده است: لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. و در شعر منسوب به خیام اینجوری آمده که: خر باش که این جماعت از فرط خری، هر کو نخر است کافرش پندارم. و در شعر بهار آمده است: تا خرند این قوم رندان خرسواری می کنند، وین خران در زیر ایشان آه و زاری می کنند. لکن رندان مذکور مردم را به دو گروه خر تقسیم می کنند: مقلدانی که سواری خوب می دهند گویا پالانشان راست است، هوشمندانی را که سواری نمی دهند می گویند پالانشان کج است، و اگر پالانت کج باشد باید از بین بروی. این بود اندر حکایت خر. و اما وصیت خر. خر وصیت کرد: فرزندم بیا و خر نباش، این همه خر بوده ای کافی است، پس دیگر نباش. یا تلاشت را بکن با پارتی پستی بگیر، یا فرار مغزها کن توی این کشور نباش. کار کردن مثل خر در شأن ما هرگز نبود، همتی کن وارث این شغل و این شغل زجرآور نباش. سعی کن با یا راندخاری با راندخاری یا زمینخاری کنی، سعی کن یا راندخاری یا زمینخاری کنی، هرچه میخواهی بخور
اما پی ارعر نباش، آخرت را پر کن و تنها خودت از آن بخور. بی خودی دلسوز اسب و قاطر و استر نباش. استر فکر کنم قاطره، یه وقت اینو اشتباهی نخونید. استر میشه اون ملکه ایران که همین اشتار یا همون این استارباکس رو میبینید هر روز صبح میدوید با سرعت میرید اونجا. یه روز دقت کنید عکس اون خانومی که روی اونجا هست، این عکس همون استر هست و به احتمال زیاد صاحبش هم کلیمی هست. خب میگه از مترسک هم نترس، اصلا به او جفتک بزن، لیک روی خط قرمزهای گاو نر نباش. کهنه پالانی به تن کن، حفظ ظاهر کن، ولی در تجمل از اولاغ کت خدا کمتر نباش. گوسفندان را بترسان از جهان آخرت باطنن، اما خودت هرگز بر این باور نباش. هرچه در ده یونج موجود است یک شب جمع کن، صبحش از اینجا برو، یک لحظه هم اینور نباش. کم کم از که چون قافله تنگایت شاعر به جفنگایت، این دوستان شروع که میکنن بعد یکی یکی مجبور شن کمش کنن. میگه که تیز اگر باشی دومت را هم نمیگیرد کسی، حال و حولت را بکن، دلواپس کیفر نباش. حرف آخر این که اینجا تا ابد خر تو خر است، حامی این سرزمین بیدر و پیکر مباش. اینم ببین خیلی هم خوب، بذارید ببینیم. بله چشم، اوکی. خب دوستان گرامی، من یکی دو تا از این مقالایی که براتون گذاشتم، آها، این عملیات ایزایی سپاه علیه نیروی دریایی آمریکا دفاع از امنیت ایران یا لطمه زدن به امنیت کشور است. این روزها در حالی که رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رسانه‌های معتدل همفکر آنها از اهمیت برجام و منافع ناشی از آن برای ایران و اجتناب از جنگ صحبت می‌کنند، خبرهایی از عملیات ایزایی واحدهای دریایی سپاه علیه ناوهای نیروی دریایی آمریکا در آبهای خلیج فارس در روزهای 23 و 24 اوت همین آگست، یعنی تقریبا یه هفته پیش می باشد. به گزارش مقامات پنتاگون، در یکی از این موارد به دلیل نزدیک شدن یک قایق گشت سپاه به دو ناو آمریکایی، یکی از آنها به سمت این قایق سه تیر هشدار دهنده شلیک کرد. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از این رویداد به عنوان عامل تشدید غیر ضروری تنش‌ها یاد کرد و گفت که هدف ایران از این اقدام برای آمریکا شفاف نیست. سخنگوی کاخ سفید نیز با تکرار از اینکه هنوز قصد و هدف این اقدام سپاه مشخص نیست، گفت که این رفتار غیر قابل قبول است. و اما رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی در ایالت ویرجینیا در گفتگویی با آقای فرهودی گفت که چند سناریو برای این عملیات سپاه را متصور می‌داند، از آن جمله تسویه حساب‌های داخلی برای ایجاد مانع در راه بهبود روابط ایران و آمریکا، وانمود کردن وجود ناامنی در خلیج فارس برای بالا بردن بهای نفت و قدرت نمایی در خلیج فارس برای هراساندن رقبای ایران به ویژه عربستان سعودی. دکتر نفیسی معتقد است که این ماجراجویی ها در واقع می تواند امنیت ایران را با تهدید روبرو کند، چرا که بالا گرفتن دامنه تشنجات ممکن است آمریکا را وادار به انجام اقدامات نظامی کند که نتیجهش می تواند در نهایت نابودی ناوگان دریایی ایران در خلیج فارس باشد، درست همان گونه که در ماه‌های آخر جنگ ایران و عراق در سال 1987 درگیری دریایی بین ایران و آمریکا به نابودی نیمی از کشتی‌های نیروی دریایی ایران منجر شد. شاید از آقای آریانپور خواهش کنم هفته آینده مهمان ما باشند، یا از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن، تا
تا در این باره صحبت کنن. تیمسار آریانپور خب دریادار مملکت ما بوده در زمان شاه و معایب رو دیده و گفته. دوستانی که فکر میکنن شاه خیلی پیشرفت بوده، شاه هر کسی انتقادی میکرده و اون بنده خدا نمیدونست که بابا شاه هم خودش با طوفانیان با دیگران دارن میبرن و میدوزن و میخورن و آخرش هم شاه میشینه گریه میکنه میگه مگه من کجا میخوام برم، من 6 فوت جای احتیاج دارم. آقا حالا میگی؟ گفت پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبری است. البته پیغمبران که قربونش برن همشون خراب بودن، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. اگه شما تونستید در جوانی موقعی که در رأس قدرت هستی خودتون رو پاک نگه دارید، اون موقع انسان هستی. باید بگیم شیوه انسانی است. پاک بودن در جوانی شیوه انسانی است، ورنه هر گبری به پیری میشود چی بود؟ پرهیزگار. بله، به دنبال صدور مجوز استفاده از روسری توسط افسران پلیس زن در ترکیه، برای نخستین بار پلیس‌های زن با حجاب در مراسم روز پیروزی در ترکیه حضور یافتند. بیچاره کمال آتاتورک حالا حتما داره توی قبر چه میچرخه دور خودش. در صورت اینم ماجرای اردوغان بود. ما هم 3-4 دقیقه بله این رو براتون خوندم، یکی دیگه مقاله رو، آها این مقاله رو براتون بخونم، این جالب بود ولی تیترش یادم نبود. بله، جهانی شدن و نارضایتی های جدید ناشی از آن. اینو جوزف استیگلیتز یا هم چیزی گفته یا نوشته، ترجمهش رو غنی مجیدی روز 5 آگست انجام داده و نوشته که نیویورک 15 سال پیش من کتاب کوچکی به عنوان جهانی شدن و نارضایتی های آن نوشتم. در این کتاب به گسترش مخالفت در کشورهای در حال توسعه با اصلاحات جهانی کردن توصیف نمودم. این جمله غلطه. در این کتاب به گسترش مخالفت در کشورهای در حال توسعه با اصلاحات جهانی کردن توصیف نمودم. آخ والله من نمیدونم. به نظر این اصلاحات با به نوعی معما میمانست زیرا که به مردم در کشورهای در حال توسعه گفته شده بود که جهانی شدن رفاه عمومی شما را افزایش میدهد. سوال این است پس چرا بسیاری از مردم به دشمنی با آن برخاستند؟ اکنون مخالفت با جهانی شدن در کشورهای نوظهور و در حال توسعه با پیوستن 10 میلیون نفر از مردم کشورهای پیشرفته همراه گردیده است. نظرسنجی ها از جمله مطالعه محتاطانه استنلی گرینبرگ و همکاران برای نهاد اینستیتوی روزولت نشان می دهد که تجارت منبع عمده نارضایتی برای بخش وسیعی از آمریکایی است. در اروپا نیز نظرات آشکار مشابهی در مورد این منبع و نارضایتی وجود دارد. این هم یه بحثیه که دوستانی که توی کارهای اجتماعی و کارهای اقتصادی به اصطلاح سررشته دارن اونها باید لطف کنن و بیان در این برنامه شرکت کنن. دوستان اجازه بدید ما امروز هم به خاطر اینکه چیزامون اینجوری ریخت و پاشه و خود شما میدونید مثل این میمونه که یک بنایی داشته باشید توی منزلتون، بیان و برن و بکن، این وقت باید شما بخواین مهمونی بدید. من واقعا این برنامه ها رو به عنوان مهمونی حساب میکنم. حالا یا شما اومدید خونه ما یا ما اومدیم خونه شما، هر کدومش رو حساب کنید هیچ دیوانه‌ای همون موقع که دوستاشو دعوت کرده یا مهمونی دارن بنا و نمیدونم سیمکش و اینها رو هم نمیذاره کار کنن. پس اجازه بدید ما بذاریم اینا هم کارشون رو انجام بدن. امیدوار باشین جمعه با برنامه بهتر با کانون آوا با شما شروع کنیم، بعد برنامه سربی با مردم، بعد برنامه آقای حسن ارشاد از ایران. ولی امروز چون ساعتم الان 3 هم گذشت و روز 4 شنبه ها ما 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو هستیم تا در رابطه با آسیب شناسی فرهنگی صحبت کنن. امروز ایشون وقتی که متوجه شدن برنامه اینجوری هست
قبول کردن که یک شنبه با ما باشن. برنامه آقای مینوی رو هم ضبط میکنم از تلویزیون E2 و براتون پخش میکنم. من همینجا از یکایی که شما خداحافظی میکنم، هم آخر ماه اگه عادت دارید آخر ماه حمایت کنی، هم اول ماه حمایت کنی. و بهتون گفتم تلویزیونایی که هی میگفتن تلویزیون سربی مثل بقالی میمونه، من افتخار میکنم که نرخم رو از سال 2006 تا حالا با افتخار بزرگ اون بالا نوشتیم و به دوستان گفتیم آقا خانم این نرخ، ما 4 تا 5 تا سرویس داریم، شما بیاین استفاده کنید، شما هرچی ازش پول در بیارید نوش جانتون، ولی باید این پول رو به ما پرداخت کنید. ممنونم از دوستانی که توی فیسبوک با ما بودن. جمعه باز 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا با شما خواهیم بود. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.